متشکرم، خدا رو شکر میکنم، ابراز خوشحالی میکنم برای این فرصت در خدمت شما هستم. برادر رسول عزیزم همراه خواهر زهره، دختر خانم های زیباشون خداوند و عالی خدمت میکنن. من برای اینجا خدا رو شکر میکنم و به عنوان کسی که سالا خداوند رو خدمت کردم، بخشی از خدمتم با برادر رسول بوده، ایشون بزرگواری کردن و مسائلی رو ابراز فرمودن که شاید من تا اون حدم اثرگذار نبودم. میگن واعظی با ستایش و خیلی حرفای خوب و تشویق کننده دعوت شد پای منبر. وقتی واعظ مهمان رفت پای منبر، گفت خدا تو رو ببخشه به خاطر همه این بزرگ نمایی که در حق من کردی. تو در این حال یواشکی زیر لب زمزمه کرد که خدا به منم رحم کنه که از اونا خوشم اومد. خیلی ممنونم. ولی این تشویقا که ما تشویق میشیم، خیلی وقتا مردم از ما ایراد میگیرن، دنبال بهانه هستن یه مسئله ای را بزرگ کنن، به ما بچسبونن، حمله کنن، همه این مسائل هست. ولی گاهی وقتا هم تشویق نیاز داریم و خدا رو شکر برای برادر رسول عزیزم که با محبت میگن ایشون خداوند عاشقانه دوست داشتن، خدمت میکردن. من فرصتی بود که اندک زمانی با هم باشیم و اون سرآغازی بود برای دوستی ها. ما هیچ وقت فکر نمیکردیم یه روزی ما تو آمریکا کنار هم باشیم در یک کلیسایی که میتونیم نزدیک به هم همدیگر رو بنا کنیم، تشویق کنیم و با هم خدمت کنیم. و خوشحالم برای این خدماتی که برادر رسول عزیزم همراه خواهر زهره انجام میدن. شما رو تشویق میکنم از صمیم دل عزیزان رو پشتیبانی کنید و بذارید که با دستای باز خداوند رو خدمت کنن. خیلی وقتا خود کلیسا دستای خادمین رو میبنده به جایی که از اونها حمایت کنه، پشتیبانی کنه. گاهی اوقات دنبال بهانه تراشی هاست، مخصوصا افرادی که یه جای لطمه میبینن دنبال بهانه جویی و ایجاد مسائل هستن. اما ما کسی باشیم که مشفق خادمین هستیم، کنار اونها میستیم، با اونها همسنگر میشیم، همخدمت میشیم و اونها را جلال کمک میکنیم تا مسیح جلال بدن. شکر خدا را شکر. خیلی ممنونم برادر رسول عزیزم برای این فرصت. خوشحال هستم برای این فرصت. میدونم که کلام خدا میتونه باعث بنا و برکت یکی یکی ما بشه. مطلبی که من با شما در میون میذارم عزیزانم شاید بندازن اینجا، برکت خداونده. خداوند شما را برکت داده و خواست دل خداوند اینه که شما در برکت خدا زندگی کنید. پس قلب تو باز کن به روی کلام خدا. خیلی وقتا وقتی ما حقایقی از کلام خدا میفهمیم، درک میکنیم، ایمان خود را بر کلام خدا استوار میکنیم. شاید خادمین مختلف حرفهای مختلف، تفسیرهای مختلف داشته باشند، اما کلام خدا قابل اعتماده. میشه بر اون اعتماد کرد، مخصوصا وقتی اون را بفهمیم. کلام خدا در ما ایمان ایجاد میکنه و اون ایمان باعث میشه که ما از خدا بگیریم آنچه که او برای ما تدارک دیده. من این مطلب رو که با شما در میان میذارم، سالها پیش خداوند برای من باز کرد. من عاشقانه به اون ایمان دارم و همیشه با ایمان دعا میکنم و اونا رو میپذیرم. خیلی وقتا افراد دعا میکنن خداوند برکت بده، کمک بکن، مشکلات را کم کن، از مشکلات آزادی بده و خیلی چیزهای دیگه. من به گونه دیگه دعا میکنم. من آیات کلام خدا را دعا میکنم. دعا میکنم که من مبارک خداوند هستم. تو را شکر میکنم که من مبارک خداوند هستم. زندگی عادلان مانند نور یک از مشرق میتابه، رفته رو به رشده. تو را شکر میکنم که در چنین موقعیتی من زندگی میکنم. من آیات کلام خدا را اینطوری دعا میکنم. گاهی وقت دعا میکنم، تو را شکر میکنم. من به کلیسا به عزیزان گفتم که انجیل یوحنا باب 1 رو دعا کنید. تمام انجیل یوحنا را دعا کنید. خداوند تو نور هستی، منو منور کردی و من در نور تو شادی میکنم. فیض تو بر من و در اون فیض من قوی شده، خداوند را جلال میدم. آیات کلام خدا وقتی باز میشه برای ما، درک میکنیم، ایمان خود را بر اون میذاریم و خدا از طریق ایمان ما عمل میکنه. خداوند از طریق ایمان ما عمل میکنه. داستان ایمان تمام عهد جدید رو تشکیل میده. ما با ایمان نجات پیدا میکنیم، با ایمان رفتار میکنیم، با ایمان خدا رو خوشنود میکنیم، با ایمان مبارزه روحانی داریم و با ایمان بر دنیا غلبه یافته ایم. آمین. هللویا. پس حالا همین ایمان رو برای این به کار ببریم تا برکات خدا رو در زندگی خودمون باز کنیم. و
برادر خواهر عزیز من، اگه تو به شفای مسیح ایمان داری، آیات را در این ارتباط میگیری و رو فکر میکنی و اونو اقرار میکنی، شفا نصیب تو میشه. اگه پیروزی که کلام خدا وعده داده آن را میپذیری، آن را اقرار میکنی و با ایمان دعا میکنی تا اون پیروزی در زندگی تو آشکار بشه، تو در پیروزی خداوند زندگی خواهی کرد. کلام خدا میگه تو عادل شده ای به ایمان به پسر خدا که برای تو مرد و برخاست. و با این ایمان عادل شده ای. وقتی این را درک میکنی، آن را اقرار میکنی، میتونی در عدالت خدا زندگی کنی و دعا کنی مانند عادلان. دعای عادلان قدرت بسیار داره. دعای فرد عادل، من میگه فرد عادل چون کلام خدا میگه مرد عادل، منظورش هم مرد هم زنه. دعای فرد عادل در عمل قدرت بسیار داره. پس شما وقتی کلام خدا رو در ارتباط با عدالتی که مسیح برای شما تدارک دیده رو باز میشه، آشکار میشه، میفهمید، یک زندگی خواهید داشت که مثل عادلان. اگه چیزی در قلبت باشه اونو عمل میکنی، زندگی میکنی، رفتار میکنی. اگه باوری در قلبت عمیقا جا بیفته نمیتونی اونو انکار کنی. اگه باورت عمیقا اینطوری باشه که حالا من اینطور مثال بگم، پشت کوه طلا هست، چیکار میکنی؟ میدوی پشت کوه، چون در قلبت چنین باوری وجود داره. حالا اگه باورت اینه که تو عادلی، این عدالت را زندگی خواهی کرد. و اگه باورت اینه که تو محبوب دل خدا هستی، مانند محبوبان زندگی خواهی کرد. و اگه باور کنی که تو مبارک خداوند هستی، در برکت خدا زندگی خواهی کرد. هللویا. من وقتی به خاطر فشارها و جفایی که در ایران بود، اونجا قرار شد که بعد از مدت طولانی که هر ماه دوستای اطلاعاتی ما را صدا می‌کردند، سوال جواب و تهدیدها و فشارها، سرانجام به جایی رسید که کلیسای فارسی زبان و مرکز بسته شد، کلیسای دیگه خیلی محدود شد و ما دوچار فشارهای جور با جور بودیم. و سرانجام دیدیم خدمت ما اونجا به گونه‌ای شده که همش باید با اطلاعات سر و کار داشته باشیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم. و پیامد فشارها، خادمین در بخش‌های مختلف مجبور شدن ایران را ترک کنیم. منم اون موقع بعد از دعاها تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم. یکی از دوستان به من گفت که برادر آرمین، تو که داری میری خارج، اونجا با کسی صحبت کردی، خدمتی خواهی داشت و اینا؟ گفتم بله، یکی از دوستای قدیمی اونجا هست که من باش صحبت کردم. گفت ای برادر، تو آمریکا برادر به برادر اعتماد نمی کنی، تو به دوستت داری اعتماد می کنی؟ گفتم آخه دوستی من با ایشون خیلی قدیمیه، فراتر از این حرفاست که در تنگی ها و سختی ها به دادم نرسه. من گفتم ایشون گفت و من ادامه دادم، من رنگ و بوی بیشتری به حرفام دادم و با آب و تاب داشتم توضیح میدادم و ایشون سرانجام به این حقیقت رسید که من دارم در رابطه با دوست قدیمی عیسی مسیح صحبت می‌کنم. ما ایران رو ترک کردیم بدون هیچ فرمان فرهنگی خاصی. قبل از اون کلیسایی اعلام کرده بود که برادر آرمین خواهش می‌کنه شبان اینجا هستند. زنگ زد صبح ساعت 8، من در کلیسای بزرگی خدمت می‌کردم. ایشون گفتن که برادر آرمین همه چی برای شما مقرر شده، حتی حقوقتون هم تصدیق شده و شما مستقیما دعوت میشید میایید اینجا کلیسا رو خدمت می‌کنید، همه چیز براتون هست. من بهشون گفتم برادر عزیز من، ما اینجا خدمت بزرگی داریم، من تنها نیستم، گروه 10-15 نفر از کشیشان هستیم که ما در کنار هم هستیم. من به خاطر منافع خودم نمیتونم دیگران و کلیسا رو نادیده بگیرم. من اینجا خدمت بزرگی دارم، خدا رو خدمت میکنم، دعوت شما رو احترام میکنم، اما اگه استثنائاً خدا به طور خاص منو ملاقات کرد، من حاضرم بیام. در غیر صورت من اینجا هستم. و عرضم اینه که دنبال منافع خودمون نبودیم. اونجا چی بود برای ما؟ جفا، سختی ها، فشار ها. موبایل زنگ زد جونمون میلرزید، هر کس جونش براش گرونه، گرانبهاست. ولی با وجود اون ترسا و فشار ها و نگرانی ها ما میستادیم و وقتی اطلاع صدا میکرد، تهدید میکرد، خدا بارها در همونجا منو ملاقات کرده و نشون داده که خدایی که با من میاد در اطلاعات و فردا که زندان برم اونجا با من، اون خدا شایسته پرستشه. من در همین اون شرایط
فشارها بود، سختی ها بود، ولی اعتماد داشتم که عیسی او زنده است. و من زنده بودن عیسی رو بیشتر در اون بازجویی هایی که خدا منو ملاقات کرده میدیدم، تا زمانایی که شرایط همه چیز بر وفق مراد بود. اینه که خداوند خدای پرجلالیه، و اون موقعیت ها بود که تحت فشارها و سختی ها وقتی اینجا دعوتی بود من حاضر نبودم بیام، اما زمانی که خواستم بیام من گفتم دوست رفیق قدیمی داره که او برای من فکر میکنه. الان هم مدت زمان زیادی نیست اینجا هستم و در رسول عزیز میدونن نزدیک 3-4 سال موقعیت قابل قبولی دارم، کار دارم، کلیسایی دارم، خدا رو خدمت میکنم و فکر میکنم از اونایی که هم تراز من هستن با همه موقعیت های اجتماعی اینا قابل قیاس باشم. من فکر میکنم اگه از 100 نفر در نظر بگیرم شاید 95 به بالا از اون 95 نفری هستم که جز اون ردیفای اول عالی ترین ها خدا علیه. چون خداوند من عالیه، خدای من خدای پیروزی ها، رفاقت خودشو در همین جمع نشون داد، با دخالت کردن، باز کردن شرایط، کمک کردن به میان اومدن و خداوند فیض داد، مسائل مالی، کاری، همه چی ردیف کرد، او خودش عمل کرد. میتونم او را شاهد بگیرم که هیچ ایمانداری، هیچ انسانی دخالت نکرد. اگه هم کسی هم دخالت کرد منافع خودش بود، اما خدا به من فیض داد، از من حمایت کرد، برانم و حامی منه و حامی تو هم هست. حامی هر کدوم از ماست که با ایمان به او اعتماد میکنیم. به اینجاست که کلام خدا در افسوسیان چقدر زیباست. اونجا میگه که متبارک باد خدا به پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت و هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح عیسی. افسوسیان باب 1:3 خدا ما را برکت داد، تمام برکت های آسمان را برای ما باز کرد، از برکت های روحانی تا برکت های مادی و نیاز زندگی ما. عیسی مسیح به ما گفت چی؟ به این پرندگان نگاه کنید، به سوسن ها نگاه کنید، به چمن ها. اینا نه زحمت میکشن، نه تقلا میکنن، نه غصه میخورن، اما پدر آسمانی شما به فکر اونها هست و چقدر بیشتر به فکر من و تو هست. و اینجاست که من و شما با چیکار کنیم؟ بگیم ما پدر آسمانی داریم، یا یکم جسارت کنیم بر مبنای فرمایش عیسی مسیح بگیم یک دوست قدیمی داریم که او برای من فکر میکنه، میتونم به او اعتماد کنم. شاید دوست انسانی من به جا کنار من نیسته، اما عیسی مسیح امین و وفاداره، کنار من و تو میسته. اگه خطایی میکنیم، گناهی میکنیم، او امین و وفاداره نسبت به کاری که بر صلیب انجام داد همه خطای ما رو ببخشه، و در این حال امین و وفاداره که من و تو رو تقویت کنه، تشویق کنه، بنا کنه، کنار ما بیسته. وقتی شما میری به بازجویی اونجا کنار توست، ولی میری وقتی میری در زندان میاد اونجا و تو رو تنها نمیذاره و در مسائل زندگی حضور او الهام بخش کارهای توست. او خدای پرجلالیه، او رفیق قابل اعتمادیه، او دوست قابل اعتماده. عیسی گفت شما دوستای من هستید. او را به عنوان دوست نگاه کنیم، چه دوست عالی و مبارکی، قابل اعتماد و عالی. در افسوسیان نکات زیاد را توضیح میده که من نمیخوام به اونا بپردازم. یکی از اونا میگه برکات روحانی اینه که شما برگزیده خداوند هستید. شما به عنوان برگزیده، انتخاب شده خداوند، وقتی به مسیح ما میاری در اون زمره برگزیدگان قرار میگیری. افراد میرن امتحان میدن، 10 نفر به دکترا انتخاب بشن، از بین 1000 نفر یه نفر انتخاب میشه، چقدر عالی. و حالا بین این همه مردم دنیا تو انتخاب شده ای، تو برگزیده خداوند هستی. چقدر عالیه، چه امتیاز بزرگی نصیب تو شده. تو برگزیده خداوند هستی. هللویا. و به هم دیگه بگیم تو برگزیده خداوند هستی. هللویا. دوست کنید ادامه بدید، بگید به هم دیگه که تو مبارک خداوند هستی. هللویا. تو مبارک خداوند هستی یعنی چی؟ یعنی برکت خدا بر توست. برکت یعنی چی؟ یعنی تو رشد میکنی، مورد محافظت خدا قرار میگیری، افسوده میشی، ترقی میکنی، پیشرفت میکنی. مهربانی خدا بر توست، فیض خدا بر توست.
میتونید باور کنید که شما مورد لطف و محبت و مهربانی خدا هستید؟ خدا شما رو واقعا دوست داره. خداوند عاشقانه شما رو دوست داره. ما اگه این حقیقت رو بفهمیم، میدونید چی کار میکنیم؟ میریم پشت سر هم قشنگ ریز بریز غیبت میکنیم. میگیم هر چه دلمون میخواد میگیم، چون تشخیص نمیدیم که این برگزیده خداونده، این مسیح خداونده، به خون عیسی مسیح خریده شده. پس خواهر برادر از من، هرگز اجازه نداریم ما دیگران را قضاوت کنیم، مورد داوری قرار بدیم، بلکه به عنوان مسیح خداوند هم دیگر احترام کنیم، برای هم دعا کنیم، دستایم را تشویق کنیم. ما یه نفر مدعی داریم که اون به اندازه کافی علیه ما تقلا و کوشش میکنه، با اون همکاری نکنیم. هللویا. پس به هم دیگه بگیم برادر خواهر من، تو رو احترام میکنم، تو رو دوست دارم، تو مسیح خداوندی، تو برگزیده خداوندی و برای وجود تو من خدا رو شکر میکنم. اما عزیزانم، میخوام این موضوع رو در فکرتون جا بندازم که خداوند ما خدای برکت هست. عیسی مسیح 5 نان و 2 ماهی رو گرفت، برکت داد، بسیاری خوردند. این خدا خدای برکت هست و مایله که من و تو رو برکت بده و من و تو رو برافرازه. چند وقت پیش یک مطالبی رو بررسی میکردم که خیلی به دلم نشست. میدونید خداوند در عیسی مسیح، به خاطر عیسی مسیح، ما را هرگز مورد داوری قرار نمیده و ما را رد نمیکنه، ما را توبیخ میکنه، ما را نصیحت میکنه، ما را گاهی اوقات تنبیه میکنه که آگاه بشیم، آگاه سازی میکنه، اما داوری نمیکنه. چرا؟ چون داوری ایمانداران بر صلیب اومد. اما وقتی ما به عنوان ایمانداران نسبت به هم خطا میکنیم، فردی که امین خداونده و ایمانش به خداونده، میدونی چی میشه؟ او برافاشته میشه و دیگران در کنار او خیلی پایین قرار میگیرن. یوسف برادرها اومدن علیه او، شروع کردن به حسادت و طغیان. یوسف برافراشته شد، بعدی که دیگه برادراش یه چوپان معمولی بودن، ولی او داشت با فرعون و بزرگان مملکت مقایسه میشد. دیگه برادراش قابل نبودن که بیان بگن من و یوسف، یوسف کجا اونا کجا. وقتی داوود برای پادشاهی مست شد، برادرها گفتن این کیه، تغییرش میکردن. ولی بعد از مدت کوتاهی داوود دیگه شد جنرال، سردار هزاره و دیگه با شاول قیاس میشد و تازه برتر از شاول. شاول هزاران و داوود ده هزاران ما را کشته. دیگه برادراش ابیناداب و شما و دیگران کجا بودن که با داوود قیاس بشن؟ خداوند او را برافراشته بود. و خداوند تو را که وقتی امین خداوند هستی، برادر رسول عزیزم که امین خداوند او را برمی‌افرازه و ما می‌بینیم که در کنار منبرشون نشستن و معجزه او شنیدن برای ما افتخاریه. دیگه ما قابل قیاس با برادر رسول نیستیم. وقتی ما امین خداوند هستیم، خداوند ما را برمی‌افرازه. و این حقیقت اینقدر گسترده است در کلام خدا که من وقتی به نکات مختلف نگاه میکردم لذت میبردم. اما اینو میخوام بگم که خداوند تو را دوست داره، تو محبوب نیت خدا هستی. با ایمان دست خدا را در زندگیت آزاد کن و بگذار جلال خدا، قدرت خدا در زندگی تو آشکار بشه. در ایران برادر عزیزی داشتیم که چند سال پیش نزد خداوند رفت، برادر حسن مشایی. میخوام هم یاد ایشون رو گرامی بدارم، هم خدماتی که او انجام داد. ایشون فردی بود نزدیک 60-65 ساله، حدود 15-20 سال پیش با یکی از دوستا از شهرستان خونه ما اومدن. اولین دیدار ما بود. ایشون ابراز کرد که من قبلا از انجیل مطالبی رو شنیدم، ولی آماده هستم تسلیم خداوند میشم. با ایشون دعا کردیم، ایشون تسلیم خداوند شد، جزوات بشارتی گرفت و رفتن به شهرستان ساری و قائم شهر اون برا زندگی میکردن، این را پخش میکردن. و نوبت بعد سرزده برگشتن پیش من. منم به خاطر مسائل اطلاعاتی نمیگفتم زنگ بزنید بیایید. آماده بودم هر وقتشون میان با دوست دیگه تمام کار را کنسل کنم، کارهای شبانیم و وقتم مال ایزان باشه. این مسئله از برادر ادوارد عزیز که از خادمین برجسته کلیسا ایران ما یاد گرفته بودیم. ایشون در نوبت دوم که با یکی از دوستای قدیمی بود که ایشون هم پیش من می اومدن و
شب با هم بودیم، صبح ما پا شدیم، شوشی خانوم داشت صبحونه آماده میکرد، گفتیم قبل از اینکه صبحونه آماده بشه ما بریم یه نیم ساعتی با هم دعا کنیم. در همون نیم ساعت دعا این مرد خدا پر از روح قدس شد، شروع کرد به زبان صحبت کردن. و ماه دوم برگشت دیگه صحبت از اخراج دیوا میکرد، شفاها میکرد و مردم میومدن یواشوش زنگ زدن برادر اصلا برای ما دعا کن. نشون به این نشون ما تابستون برنامه اردویی داشتیم با برادر ادوارد و ایزان، ایشون میومد اونجا دیگه تا مدت کوتاهی شناخته شد و ایزان میرفتن پیش ایشون دعا بشه براشون، برادر اصلا براشون دعا میکرد. دیگه سال دوم کسی برادر هارمیک رو زیاد برادر ادوارد نگاه نمیکردم، این رفتم میشه برادر حسنشون برشون دعا کنه. و این مرد مبارک وقت خداوند شده، کلام خدا رو میخوند، ذوق شعری و توان شعری داشت، همون رو به زبان شعری بازگو میکرد. ایشون یک موضوعی که در رابطه با عیسی مسیح برکت رو میگفت، میگفت اسمش حسن مشایی بود، میگفت مشایی تا مسیح را داری بی نیازی سرفرازی بی نیازی خرمی. من شعرش یکم پس رو پیش گفتم. تا مسیح را داری مشایی بی غمی سرفرازی بی نیازی خرمی. این یکی از اشعار زیبای ایشون بود که همیشه میگفت، یعنی کاملا وقت عیسی مسیح شده خداوند رو خدمت میکرد. مورد فشارا قرار گرفت، از خونه فراری شد، مدارکش رو گرفتن، چه تحت فشارهای مختلف و حتی مسائل ایجاد شد که نوه‌هاش اینا فوت کردن که دست مرموزی در کار بود، غیر عادی بود، یعنی معلوم بود افرادی به گناه مختلف میخوان این خانواده رو نابود کنن. ایشون مجبور بود از خونه فراری بشه. یه روز من گفت که بردار من چادر سرم میکنم میرم به خانم و بچه ها سر میزنم، یه کمک مالی میکنم و بیرون میام. به با موبایلش این برابر تماس میگرفتن، ایشون میرفت جای مختلف و مثل فیلیپوس بشارت میکنم. و این اواخر دیگه اینقدر این کارش بود که از شهرستان‌های مختلف میرفت با موبایل زد تماس میگرفتن، میرفت و کلام خدا را به افراد در میون میذاشت و کلام خدا را بشارت میداد. شکر خداوند، خدای عالی، خداوند مبارکه. واقعا من برای وجود ایشون خدا را شکر کردم. شما میتونید تصور کنید آقای چادر به سر مخفیانه بتونه بره خانواده خودش رو ببینه، اینقدر فشارها و سختیها و تمام مدارکش از دست داده. یادم من یه روزی به برادر ادوارد گفتم، برادر ادوارد اطلاعات کارت شبانی منو گرفته، گواهی نامه‌مو گرفته، مدارکمو گرفته، دیگه چیزی ندارم. بهش طنز گفت این دفعه سند ازدواج تو ببر. خدا رو شکر از این برادر عزیز تمام مدارک رو گرفته بودم و ایشون از خونه فراری و حاضر بود به این گونه خداوند خودش رو خدمت کنه و خداوند چه عالی جواب داد. عزیزانی خداوند رو میارزه از صمیم دل رو خدمت کنیم، با تمامی توان رو خدمت کنیم، چون اون مبارک و عالی و پر جلاله. آمین. این خداوند پر برکت، اگه نگاه کنیم آدم و حوا رو خلق کرد، در وهله اول اون رو برکت داد. چرا؟ چون ذات او برکت دهنده است، طبیعت خدا برکت دهنده است، اونا رو برکت داد. این برکت باعث شد که اونا دارای فرزندان بشن، محافظت بشن از همه سختی ها و مشکلات و بتونن رشد کنن. و دلیل این برکت و رشد اینه که چی؟ ما اینجا نشستیم، نوادهای آدم و حوا هستیم. میشه تصور کرد یه زن و شوهر یه بیماری بیاد، یه شیری بیاد، یکی از طرف اینو بخوره، نقشه خدا از بین میره، ولی اون برکت خدا اونها رو محافظت میکرد. هللویا. حالا همون برکت در زندگی تو عمل میکنه و بگذار تو و خانواده تو مبارک خداوند باشید. با ایمان وقتی دعا میکنی بگو خداوند تو رو شکر میکنم که تو خدای برکت تو هستی، درها رو باز میکنم که برکت تو بیاد، برکت تو در زندگی من آشکار بشه. بعد از اندک زمانی مسائل پیش اومد، نوح را خداوند ملاقات کرد، میگه خداوند نوح و خانواده اون را برکت داد، پیدایش با بنو خدای برکت هاست. ابراهیم را ملاقات کرد، ابراهیم را برکت داد و گفت نامی بزرگ از تخم ها ایجاد میکنم و از نسل تو پادشاهان خواهند بود، کنعان را به تو میدم و تو را مبارک میسازم. یعنی چی؟ یعنی تو باعث برکت میشی. یعقوب کلام خدا میگه نوه ابراهیم
میگه با لابان بود و لابان گفت خداوند به خاطر تو تمام اموال منو برکت داده. نه تنها خود یعقوب مبارک بود، بلکه او باعث برکت دیگران هم میشد. نه تنها تو شخصا برکت میابی، بلکه باعث برکت دیگران هم میشی و تو مبارک خداوند هستی. و خداوند گفت ابراهیم تو و از نسل تو تمام دنیا برکت پیدا میکنه. ای کاش که چندین ابراهیم داشتیم که از نسل اون برکت های بیشتری میومد. شرطی با ایمان میسته، با اعتماد میسته، با شناخت خدا به خدا توکل میکنه، امروز اون برکت از طریق عیسی مسیح در زندگی های ما آشکار میشه. من سالها پیش در شبانی بودم، خواهر پیش من اومد و یک شهادتی را آورد و ایشون شهادت میداد. من اون روزا نزدیک 25 سال پیش از برکات خدا صحبت میکردم. این خواهر اومد اداره کلیسا، دفتر کلیسا به من گفت که برادر آرمیک، من چند وقت پیش بود، نزدیک یه سال پیش دعا میکردم، میگفتم خداوند و کلام تو میگه حضور تو با منه و تو عامل برکت ها هستی، ولی من اجاره خونم نمیرسه، کار، زندگی، شرایطم خیلی بده، پس تو کجا هستی؟ میگه من زانو زده بودم و سرمو گذاشته بودم رو دسته صندلی، سرمو گذاشته بودم رو دستمو رو صندلی، داشتم همینطوری شکل شکایت از خدا میکردم که پس خداوند تو کجا هستی؟ میگه وقتی همه اون آه و ناله هم تموم شد، سرمو بلند کردم، دیدم من دستم گذاشتم رو پای مسیح و میگه به مسیح تو کجا هستی؟ پس چی کار میکنی؟ نیستی، تو رو نمیبینم. میگه من این رویا رو که دیدم گفتم خداوند منو ببخش، تو اینجا حضور داشتی و من نمیدیدم. بعد خداوند میگه شروع کرد با من صحبت کردن که من تمام طول روز با تو بودم. صبح که پاشدی رخت خوابا رو جمع کردی، من اونجا با تو بودم. رفتی حیات رو بشوری، من کنار تو بودم. رفتی اتاق پذیرایی شستی، همه اونا رو من کنارت بودم. وقتی میگفت اینا رو به من گفت، من دویدم به اتاق خوابم، دیدم جای باهای عیسی مسیح، تمام جایی که رفتم دارم اونجا میبینم. دیگه دویدم حیات، دیدم رو موزاییکا جای پای عیسی مسیح است. دویدم تو اتاق پذیرایی، دیدم اونجا عیسی مسیح در تمام لحظات با من بود. میگه برگشتم میگم مسیح منو ببخش، تو با من بودی، من نفهمیدم. دیدم مسیح داره از من دور میشه و یه بسته داشت من میداد. من اون بسته رو گرفتم، ولی هاج و واج و نگاه به خودش بودم که داشت دور میشد. من اون بسته رو گرفته بودم، ولی مجذوب اون بودم. تا او رفت ناپدید شد و من نگاه کردم بسته دستم نیست. میگه بردار میگه یک سال از اون موضوع نگذشته، زندگی ما ناگهان زیر رو شد. میگه شوهرم تو کار پیانو، تعمیر پیانو اینا بود، کار ریخت، کارهای خوب، و اندک زمانی ما تمام وسایل خونه رو عوض کردیم، مبلمان، غالی، همه چیزایی که تو ایران معمولا استفاده میکنیم فراوان داشتیم. و میگه بعد از اندک زمان ماشین خودش، ماشین شخصی، میگفت هر که خونه ما میومد میگفت اگه دیوونه شدی شما اجاره خونتون نمیرسه، با کمک این اون زندگی میکرد، حالا دارید اینا رو میخرید، هر چی میگفتی خدا برکت داده باورشون نمیشه. و میگفت برادر میگه یه سال از اون رویا نگذشته، اینم ماشین شخصی من، با ماشین صفر اومدم کلیسا، میگم عیسی خداوند برکت است. هللویا. خداوند عالی، خداوند پرجلالیه. این خداوند، خداوند مبارکیه، اون واقعا برکت میده. ما با ایمان باید برکت خدا را در زندگی خودمون باز کنیم و میدان را باز کنیم تا ما را برافرازه و ما را برکت بده و جلال خودش را در زندگی ما آشکار کنه. اگه به زندگی اسحاق نگاه کنیم، من در زندگی اسحاق پیدایش باب 26 آیات 11 تا 12 است. این آیات جز دعای منه. اونجا میگه که خداوند اسحاق را برکت داد، یک سال کاش صد برابر درو کرد. آنچه کاشته بود یک سال صد برابر درو کرد. در حالی که اون سال قحطی پیش اومده بود و اسحاق میخواست بره جای دیگه، خدا گفت نه، همینجا بمون، همینجا توقف کن، من تو را برکت میدم. بعد از یک سال میگه صد برابر آنچه که داشت درو کرد. و میگه لحظه به لحظه رشد میکرد و مرد بسیار بزرگی شد. این برکت، این قدرت برکت در زندگی تو عمل میکنه. سهم تو اینه که ایمان داشته باشی، اعتماد کامل به خداوند، خداوندی که تو رو برکت میده.
میتونی همینه را دستات بلند کنی؟ به بودی خداوند من ایمان دارم تو خدای برکت ها هستی، برکت تو را در زندگی من باز بکنم، در خانه من، در خانواده من، از سلامتی، پیروزی، موفقیت، مسائل مالی، انواع اقسام نیازهایی که زندگی منو میپوشونه، من میخوام حضور و برکت تو تمام زندگی منو در بر بگیره. آمین. به نام عیسی مسیح. بله، وقتی ما کاملا به او نگاه میکنیم، به او ایمان میاریم، جلال و آشکار میشه. در رومیان باب 10 آیه 15 میگه پیغام انجیل، کلام انجیل، اون پایی که میره بشارت را اعلام میکنه، مبارکه. بشارت یعنی خبر خوش، انجیل یعنی خبر خوش. رومیان 10:15 میگه خبر خوش. خبر خوش چیه؟ میدونید اون موقع معمولا زمان جنگ افراد میومدن و پیغام میآوردن. از اشعیا نقل قول میکنه پولس رسول، وقتی لشکری در جنگ پیروز میشد یا شکست میخورد، یه شخصی میومد به عنوان منادی و پیغام میآورد. پیغام این بود که لشکر شکست خورده، فرار کنید، دشمن داره میاد. اگه شکست می‌خوردن، اما اگه پیروز می‌شدن، پیغام این بود که امنیت، شادی، پیروزی و غنایم جنگی برای شما مهیا است. و انجیل پیغام پیروزیه. پیروزی اینه که عیسی مسیح پیروز شد، تمامی کار دشمن باطل گشت و پیروزی‌ها برای شما مهیا شده. آمین. هللویا. دو تا پیغام بود، پیغام شکست و پیغام پیروزی. حالا گاهی وقت عزیزان بعضی موعظه میکنن که خدا داور خشمگین عصبانی میگیره، میکشه، قلقم میکنه. گاهی وقت پیغام سلامتیه. انجیل پیغام صلح و سلامتی با خداست. هللویا. میگن شخصی رفته بود دکتر، دکتر گفت دو تا خبر دارم برات، یه خبر بد، یه خبر خیلی بد. این گفت عجب، چه شانسی، دو تا خبر، یکی از یکی بدتر. گفت خب اول بده رو بگو، یکم طاقتم زیاد میشه، بعد خیلی بده رو میگی. گفت خبر بد اینه که 48 ساعت دیگه باید بمیری. گفت ای بابا، اگه خبر بد اینه پس بدترش چیه؟ میگه بدترش اینه که اینو 48 ساعت پیش باید خبرش رو میگفتن، راش تموم شده، الان آماده شد برای آسمان اومدن. حالا گاهی اوقات پیغامی که موعظه میشه بد و بدتره، اما پیغام انجیل خوب و خوبتره. هللویا. برکت خداوند. یه سوالی ازتون بپرسم. برادر راستون گفت از چند میخواید موعظه کنه؟ من امروز خدمتتون هستم. شما مزمور 23 رو چه کسانی خوندن؟ مزمور 23؟ آه، حتما پیشنهاد میکنم بخونی. مزمور 23 رو اگه میخونی احساس خوبی به دست میده. میدونی چرا؟ چون اونجا پیغام خشم، داوری و عصبانیت خدا وجود نداره، بلکه محبت، مهربانی، حمایت، حفاظت، رحمت خداست. و به یک نوعی مزمور 23 پیغام انجیله. میگه خداوند شبان منه، اون منو رهبری میکنه، کمک میکنه، علیه دشمنای من اقدام میکنه و سفره برای من به حضور دشمنانم میگسترونه. سر مرا به روغن تدین کرده، کاسم لبریز شده، من شادم، پیروزم، پر از موفقیتم و رحمت او همواره در تمام طول عمر من با من خواهد بود. هللویا. این خدا خدای پربرکتیه و میخواد رحمت او بیاد تو را در بر بگیره، رحمت او زندگی تو را احاطه کنه. مزمور 5:12 میگه خداوند تو مرد عادل را برکت میدهی و به رضامندی مثل سپر را احاطه میکنی. تو در عیسی مسیح عادل هستی و سهم تو همینه، مورد حمایت خدا بشی، قرار بگیری. مزمور 18 آیه 36 اونجا میگه دست تو عمود من شده و مهربانی تو مرا بزرگ ساخته. آمین. تو میتونی ببینی دست خدا عمود تو شده، از بالا مستقیما میاد سراغ تو و مهربانی او تو رو برمی‌افرازه. آمین. مهربانی خدا، این فیض خدا، لطف خدا، این برکت خداست. شما میتونی با ایمان انتظار داشته باشی که خدا در هر لحظه زندگی تو دخالت کنه. آمین.
نیازی را برطرف کنه، حضور خودش رو نشون بده، دست تو را بگیره و جلال خودش رو برای تو آشکار کنه. هللویا. آمین. او خداوند پرجلالیه. شما امثال رو بخونید، میگه بر سر عادلان برکت هست، در خانه عادلان شادمانی هست، طریق عادلان مثل نور مشرق رفته رفته رشد میکنه و رو به تزایده. عادلان چه کسانی هستند؟ کلام خدا برای کی نوشته شده؟ برای ما. ما در عیسی مسیح عادل هستیم، ما عادلانیم، اراده خدا برای ما همینه. پس این رو با ایمان ببینیم. در مزمور 119 آیه 68 میگه ای خداوند تو نیکو هستی و نیکویی میکنی. هللویا. هللویا. این رو اقرار میکنیم، ای خداوند تو نیکو هستی و نیکویی میکنی. بعضی ها همش منفی هم شکل شکایت میکنن، میگن پسر بچه گریه میکرد، یه نفر رفت سراغش گفت که پسرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت من یه دلاری داشتم گم کردم، برای داشت گریه میکرد. بعد در اصلشون چیکار کرد؟ دست جیب شد، گفت من یه دلار میدم که سر بچه رو از ناراحتی و گریه آزاد کنم. یه دلار رو داد، این دلار رو گرفت، نگاه کرد، یکم گریهش توقف کرد. بعد از اندکی باش شروع کرد گریه کردن. گفت پسرم باز چرا گریه میکنی؟ گفت اگه اون یه دلاری رو گم نکرد بودم باید میشد دو دلار. این حساب کرد که نه دیگه مشکل این حل شدنی نیست. گفت تو گریهت رو بکن عزیزم، برای تو راه چاره‌ای وجود نداره. حالا بعضی هم که دنبال بهانن، همش آه و ناله کنن، شکل شکایت کنن، اشک و غم و اندو. اما برای کسانی که منتظر شادی هستند، حضور نبیز از شادیه. آمین. حضور پر از برکت هاست. هللویا. او خدای برکت هاست، خداوند پر جلالیه. اگه بخوام اینو ادامه بدم، داستان طولانی داره. شما تصدیه 28 رو بخورید. چه سهم ماست در هر زمان، در هر جا، در هر وقت شما مبارک خداوند هستی. در بیرون رفتن، در باز اومدن، در صحرا، در شهر، همیشه مبارک خداوند هستی. یه نفر میگه خداوند احکام عهد عتیق رو انجام داد و وعده های عهد عتیق برای من و تو باقی مون. گرچه ما مطیع عیسی هستیم، عیسی مسیح هستیم، کلام رو اطاعت میکنیم، ولی هنوز بر مبنای عمل خودمون منتظر برکت نیستیم، بلکه بر حسب فیض او و عدالتی که عیسی مسیح ما رو برای ما مهیا کرده. خیلی برتر از اعمال تو عدالت عیسی مسیح که تو رو میپوشونه و به تو اجازه میده که به دلیری وارد حضور مقدس او بشی. هللویا. او مبارکی، او خداوند پرجلالیه. اراده خدا اینه که تو در برکت خدا زندگی کنی. پس عزیزان، ما با ایمان درها را برای برکت خدا باز میکنیم، فرصت میدیم که اون برکت بیاد. همان گونه که آدم و حوا برکت پیدا کردن، اون برکت اونها رو محافظت کرد، اون برکت در زندگی ما عمل کنه. در زندگی نوح، در زندگی ابراهیم برکت خدا اومد، در زندگی اسحاق برکت خدا اومد و او رفته رفته لحظه به لحظه رشد میکرد. بگذارید این برکت در زندگی شما با ایمان باز بشه و این برکت بیاد و نیازهای شما رو برطرف کنه و شما اول باشید نه آخر. آمین. مبارک باشید نه ملعون، قرض دهنده باشید نه قرض گیرنده، و محتاج نباشید، بلکه تمام احتیاجات شما در عیسی مسیح به طریق فیض خداوند برطرف شده. آمین. هللویا. نام او در زندگی شما جلال پیدا کنه. میخوام سرپا بیستیم برای لحظاتی او را شکر کنیم و با ایمان بپذیریم برکت خدا را. آمین. میخوام قلباتون رو باز کنید به روی خدا و بر مبنای کلام خدا. این کلام خیلی وسیعه. من میخوام آیات مختلف و افراد مختلف را شما ببینید. خداوند خواستان خودش رو برکت میده. برای محبوبان خودش چیزهایی را آماده کرده که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به خاطر هیچ انسانی خطور نکرده. او میتونه تو رو برکت بده به چیزایی که حتی فوق از انتظار توست و بر مراد دل تو سبقت جسته، تاجی از طلای خالص بر سر تو میذاره. هللویا. این رو از او بپذیرید، با ایمان بپذیرید، با ایمان فرصت بدید تا او جلال خودش رو در زندگی شما آشکار کنه. اوه هللویا. او را شکر کنید، به او بگیم ای خداوند من ایمان دارم تو خدای برکت هستی. و آن بیوه زنی که نزد الیشا رفت، آن روغن را گرفت و تمام نیازهای او برطرف شد. آن روغن افسوده شد، فروخته شد، نیازها، قرضها پرداخت شد و نیازهای او برطرف شد.
پنج نان و دو ماهی گرفته شد، برکت داده شد و بسیاری خوردن، اضافه هم اومد. این خداوند با برکت های خودش در زندگی تو جلال خودش آشکار میکنه. برای خداوند کارهای بزرگ انجام بده و منتظر کارهای بزرگ از جانب او باش. برای خداوند سخاوتمندانه هدیه بده، از مایملک خود رو تکریم کن و منتظر باش که دروازه های آسمان و دریچه های آسمان رو به روی تو باز کنه و با ایمان بپذیر او خدای سخاوتمندیه. هللویا. به او بگو خداوندا، با هم بگیم خداوندا، من ایمان دارم تو خدای برکت هستی، زندگی خودم رو وقف تو میکنم و میپذیرم که برکت تو تمام بخشهای زندگی منو در بر بگیره. تو را شکر میکنم، دست تو عمود من شده، مهربانی تو مرا بزرگ ساخته، زندگی من مانند نور مشرقه که تا نهار کامل رو به تزاید میباشد. هللویا. من مبارک خداوند هستم. هللویا. شکر پدر، شکر پدر. یاد داشته باشید که عیسی مسیح زمان قبل از صعود خودش کلیسای خودش رو برکت داد، مؤمنین خودش رو برکت داد، به آسمان رفت و در متی 25 اونجا میگه که ای برکت یافتگان از جانب پدر من، بیایید ملکوتی را بگیرید که از قبل از بنای عالم پدر برای شما مهیا کرده بود.